27 روز مرداد ماه برابر با 18 اوت، سال 988 خورشیدی برابر با 1609 میلادی، ساخت اولین تلسکوپ جهان توسط گالیله و گالیلئی در ونیز. گالیله و گالیلئی، منجم و دانشمند معروف ایتالیایی، در طول حیات علمی خود علاوه بر ریاضیات به نجوم و اخترشناسی علاقمند بود. هنگامی که گالیله در دانشگاه ونیز مشغول تدریس بود، خبر اختراع تلسکوپ را شنید و پس از چندی یک هلندی نمونه ای از این تلسکوپ را به ونیز آورد. با اطلاع گالیله از این موضوع، علاقه به اخترشناسی او باعث شد تا شروع به ساختن تلسکوپ کند. وی بیشتر قطعات تلسکوپ را به تنهایی ساخت، حتی عدسی های آن را با سنگ صیقل داد و برای بهره برداری آماده نمود. او ستارگان زیادی را دید که تا آن زمان از نظر پنهان مانده بودند. گالیله در طول تحقیقات خود به این واقعیت پی برد که کره ماه سطح کاملا ناصافی دارد و مانند زمین پوشیده از کوه‌ها و دره‌های عظیم است. این دانشمند ایتالیایی به وسیله تلسکوپ توانست 4 قمر سیاره مشتری و حلقه دور سیاره زحل را نیز کشف نماید و بر دانش بشری اضافه کند. سال 1157 خورشیدی برابر با 1778 میلادی، در گذشت کارلوس لینیوس، گیاه شناس بزرگ سوئدی. کارلوس لینیوس که بیشتر به نام کار فون لینه شناخته می شود، طبیعیدان سوئدی است که از کودکی به گل و گیاه علاقه فراوان داشت و نوشته هایش شامل حقایق تازه و وسیعی درباره زمین شناسی، گیاه شناسی، پرند شناسی و نژاد شناسی است و مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. وی همچنین جدول کاملی از گیاهان مخصوص و کمیاب ذکر نمود که اساس تقسیم بندی فعلی گیاهان نیز محسوب می شود. سال 1319 خورشیدی برابر با 1940 میلادی، در گذشت کمال الملک، نقاش ایرانی. محمد غفاری، مشهور به کمال الملک، بزرگترین نقاش دوران 100 سال اخیر ایران است که در کاشان به دنیا آمد و پس از طی دوران ابتدایی از 13 سالگی به تهران آمد و در دارالفنون به تحصیل پرداخت. پس از دیداری که ناصرالدین شاه از مدرسه دارالفنون به عمل آورد، تابلوی از کمال الملک توجه شاه قاجار را به خود جلب کرد و از آن پس او را به عنوان نقاش باشی مخصوص خود به دربار برد. ناصرالدین شاه محمد غفاری، نقاش بزرگ دربار خود را به عنوان کمال الملک ملقب و او را از دیگر نقاشان معاصرش متمایز ساخت. کمال الملک سپس برای تکمیل تحصیلات خود راهی اروپا شد و 3 سال بعد مظفرالدین شاه در جریان سفر دومش به اروپا از کمال الملک خواست به ایران بازگردد. سفر کمال الملک به اروپا و تفحص و مطالعه او در نقاشی آن دیار اثری ژرف و غنی در او بر جای نهاد و تکنیک او را از نقاشان دوران او فراتر برد. کمال الملک در مراجعت به ایران با توطئه‌ها و حسادت‌های درباریان روبرو شد و به بهانه زیارت عتبات، در واقع به قصد فرار از محیط دربار، به کربلا رفت. وی پس از چند سال اقامت در کربلا به ایران بازگشت و پس از تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه به تربیت شاگردان هنرمند همت گماشت. We'll be right back.